خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در مقر پارلمان اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک با مسئولان و رهبران اروپایی پیرامون آخرین تحولات قیام ایران و ضرورت اتخاذ سیاست جدیدی از جانب اروپا در حمایت از مبارزه مردم ایران برای تغییر رژیم ولایت فقیه گفتگو کرد. در بدو ورود به پارلمان اروپا، خانم رجوی از جانب هیئتی از نمایندگان این پارلمان به ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا و هیئتی شامل خانم ادیت باور از کمیسیون زنان پارلمان اروپا، خانم ساری اسایا عضو کمیسیون کار و امور اجتماعی در پارلمان اروپا، خانم ماریا ندلچوا عضو کمیسیون بیانیه‌ها در پارلمان اروپا و همچنین آقای استران استیونسون رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، آقای یان زهرادیل نایب رئیس گروه رفرمیست محافظه‌کار در پارلمان اروپا، آقای پوتیتو سالاتو نماینده پارلمان اروپا و آقای تونه کلام نماینده پارلمان اروپا مورد استقبال قرار گرفت. خانم رجوی متعاقباً در اجلاسی با حضور 150 تن از نمایندگان پارلمان اروپا و دستیاران آنها که به دعوت رئیس کمیسیون زنان پارلمان اروپا و به مناسبت روز جهانی زن تشکیل شده بود شرکت و سخنرانی کرد. این جلسه به ریاست مشترک خانم ایوا بریت سوینسون رئیس کمیسیون زنان پارلمان و خانم ادیت باور عضو کمیسیون زنان پارلمان و رئیس کمیته همبستگی با زنان برای یک ایران آزاد برگزار شد. شماری از شرکت کنندگان و سخنرانان عبارت بودند از خانم روبرتا آنجلیلی نایب رئیس پارلمان اروپا، دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا، خانم آسترید لولینگ و آقای جیمز هیگینز اعضای هیئت رئیسه پارلمان، خانم دوریس پاک رئیس کمیسیون فرهنگ پارلمان، خانم ها ادیت استرلا و باربارا ماترا معاونان کمیسیون زنان پارلمان، خانم نوریکا نیکولای معاون کمیسیون دفاع و امنیت پارلمان، خانم پاتریسیا تویا معاون کمیسیون صنایع و انرژی، آقای استران استیونسون رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، آقای لنزبرگیس عضو پارلمان و رئیس جمهور سابق لیتوانی، آقای ژان پیر اودی رئیس هیئت فرانسه در گروه احزاب مردم اروپا، خانم رومانا جوردن معاون کمیسیون پیشرفت در پارلمان، خانم ساری اسایا عضو کمیسیون کار و امور اجتماعی، خانم آنا روزباخ نماینده پارلمان، خانم ماریا ندلچوا نماینده پارلمان، خانم دبورا سراچیانی نماینده پارلمان، آقای جوزه بووه نماینده پارلمان، آقای پوتیتو سالاتو نماینده پارلمان و آقای ریچارد چارنسکی نماینده پارلمان. در این اجلاس به ابتکار نمایندگان عضو کمیسیون زنان پارلمان اروپا یک کمیته پارلمانی به نام کمیته همبستگی با زنان ایران برای یک ایران آزاد تشکیل شد و با صدور بیانیه‌ای درباره اهداف خود اعلام کرد که برای افشا و محکوم کردن نقض حقوق زنان در ایران و به ویژه در جریان قیام سراسری
حمایت از پلتفرم خانم مریم رجوی برای تحقق برابری کامل زنان در همه زمینه‌ها و حمایت از حقوق هزار زن پیشتاز در اشرف و لغو محاصره ظالمانه آنان فعالیت خواهد کرد. I want to welcome all of you here today, and I convinced that every one of us here today is very determined to support the demand of the Iranian people for democracy, equality and freedom. Welcome to this event, and of course very, very welcome to Mrs. Rajavi. I'm so glad to be here together with you here today. Dear friends, Mrs. Rajavi, I'd like to first welcome Mrs. Rajavi, who has dedicated her life for establishment of freedom, democracy and equality in her homeland, and who has had a prominent role in encouraging Iranian women to take even greater responsibility and role in building a better future. I, for my part, have known about the role Iranian women have played in the resistance for quite a while. But following the courage they displayed in Ashraf or on the streets in Iraq has been most inspiring, as it is a fair test to a famous saying which says, one can be determinant if one is focused on the price for it. And about the women's rights movement in Iran, it is known that this has existed for more than 100 years. Iranian women were strong participants in the 1979 revolution, but fundamentalists led by Ayatollah Khomeini took control after the revolution. Once in power, the fundamentalists betrayed Iranian women and men by implementing a crushing system of gender apartheid. The ruling dictatorship built on the premise that women are physically, intellectually and morally inferior to men, which eclipses the possibility of equal participation in any area of social or political activity. I really hope that a lot of citizens, parliamentarians support this work. We must do it. It's our responsibility as human beings to show the world what's going on. We can't accept a regime like that we have in Iran just now. So please support the demand for freedom and democracy in Iran.
Een nieuwe dag en nieuwe gezichten in het spoorwegdebat. Thank you. And now, of er nu een bijzonder please allow me to welcome our special guest here in the European Parliament today. Mrs. Mayaram Rajavi, she's the president elected of